این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم. چشم انتظاری خانواده های پنج آلاله، پنج دلاور و شیرمرد نبرد خانتومان به پایان رسید. خوش اومدی پسر مامان بنده، خوش اومدی. اگه صد بار زنده باشه محمد بلغاسی میفرستیم به حسن رجایی خر افتخار میکنیم. باید بپرسیم لبیک یا حسین، یعنی نعش پسر، یعنی در این وداع صبر مادر. پیکر همرزم پسرتون اومده، پسر ما بردوی پسر ما افتری ها، پسر ما افتری. مازندرانی ها امشب هم دفتری را ورق زدن که خط به خط آن حک شده با نام و حماسه های دلاور مردان از خود رسته به خدا پیوسته. دلیل حضورتون تو این مراسم دیگه باید به عرض ادب بکنیم دیگه، تنها کاری که میتونیم بکنیم. محبتی که به حال نسبت به اینا داشتیم، اینا به خاطر ما رفتن شهید شدن، ما به خاطر دل خودمون اومدیم. با این حرکت که بیاییم بتونیم کاری که اینا انجام دادن ازشون تشکر کنیم. که هدف این شهدا چی بوده؟ رضای خدا، امنیت مردم. انشالله بتونیم که حافظ اون ارزش هایی رو باشیم که اینها واسهشون جونشون رو دادن. هم عهدی با شهید، عهد ما با خداست. من هم من ینتظر تقدیر ماست. پنج شهیدی که شهدای مدافع حرم هستن، همه اینها مسیری رو حرکت کرده که اون مسیر اهل بیت در دفاع از قرآن و اسلام و اهل بیت. برنامه تدفین این شهدا و مراسم بدرقه این شهدا انشاءالله با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به صورت خودرویی برگزار میشه، یعنی هیکل مترش در بالای کانکس قرار میگیره و سایر عزیزانی قراره که همراهی بکنن شهید رو در داخل خودروهاشون میشینن و در یک مسیر حرکت میکنیم تا برسیم به مزارشون. شهیدان محمود رادمهر، محمد بلواسی، حسن رجایی فر، رضا حاجی زاده و علی آبدینی پس از 4 سال دوری دوباره شهرمان را معطر و روحمان را جلا بخشیدند. پیکر پاک این پنج شهید روز پنج شنبه در شهرهای ساری، قائم شهر، بابل، آمل و فریدون کنار تشییع و به خاک سپرده خواهند شد. علی بالویی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.